سلام بچه ها، من فرشادم و تو این ویدیو از فیلم تیوب میخوام در مورد جدیدترین حاشیه‌ای که برای سریال رهایم کن اتفاق افتاده توضیح بدم. ماجرا از اونجا شروع میشه که چند وقت پیش یه تهیه کننده به اسم محمد رضا شفیعی یه توییتی میزنه و خب تو توییتش هم اگه من بخوام دقیق واسهتون بگم، یعنی میخوام واو به واو بهتون بگم چی نوشته. نوشته بود که امروز متوجه شدم برخی فیلم های سینمایی در حال فیلم برداری پلان های خود را با دو وضعیت حجاب و بی حجاب برداشت میکنن. جنگ ترکیبی دشمن با ایجاد محاسبات غلط برای برخی سینماگران با بصیرت آنها چه کرده است؟ و میاد عملا ادعا میکنه که یه سری از سازندگان فیلم های سینمایی با دو تا پلان دارن فیلم هاشون رو فیلم برداری میکنن، یعنی هم خانوماشون حجاب دارن توی یه پلان، هم بی حجابن و خب ادعای بزرگیه. و نکته و ربطش به سریال رهایم کنم دقیقا توی همین موضوعه. سریال رهایم کن که الان چند قسمتش اومده، با توجه به پلانایی که توش هست، با توجه به نوع پوشش خانوما خیلی سر و صدا کرده و عملا اومدن گفتن که چه بسا یکی از سریالایی که آقای شفیع میگفته همین سریاله. و امیدوارم که این موضوع واقعا واسه شون درد سرساز نشه، چون من خیلی این سریال دوست دارم، هنوز اصلا به اون نقطه اوجش نرسیده ولی خیلی برام جذابه، همه چیش واقعا واسه هم گیراست و خیلی خیلی داستانش رو دوست دارم. دوست دارم هی هرچه زودتر ببینم بره جلو و میدونم با لحظه لحظهش کیف میکنم و واقعا ناراحت میشم اگه یه همچین اتفاقی بیفته و به خاطر چند تا صحنه، اینکه توی یه صحنه مثلا بازیگر زنش شلوار پاشه به جای نمیدونم دامنو میدوه و نمیدونم پارچو میریزه روی سرش و کل لباسش خیس میشه و این موضوع، الکی نرن سمت اینکه خب اینم میتونه اون باشه و یه جورایی شاید اصلا کار رقیب باشه، بخواد سریالو بزنه جلوشو بگیره و نذاره اونطور که باید و شاید موفق باشه. گرچه من فکر میکنم یه همچین حاشیه‌ای قطعا باعث بیشتر دیده شدن این سریال میشه تا اینکه بخواد جلوشو بگیره. ولی اصلا این داستان محمد رضا شفیعی از کجا شروع شده؟ بذارید من یه چند تا نکته رو در مورد این توییتی که زده بهتون بگم. اول از همه شاید خب محمد رضا شفیعی رو نشناسید، ولی محمد رضا شفیعی اگه بخوام بهتون بگم که چه کارایی کرده، از معروف‌ترین کاراش وضعیت سفید، یه سریالی که برای اوایل انقلاب داستانش و خب خیلی فضای جذابی رو درست کرده بودن تو اون سریال. سریال دیگه هم سریال کیمیاست که اگه یادتون باشه تو صدا سیما خیلی سر صدا کرد و خیلی ها طرفدارش شده بودن و الانم خب من خودم به شخص ندیدم، ولی میدونم که یه سریال جدیدی اومده توی تلویزیون به اسم گیلدخ، چون بیلبورداش توی کل تهران هست و خب اون هم تهیه کنندش آقای شفیعیه. اما جدایی از این ماجرا که آقای شفیعی کی هست و چی کاره کرده توی میدو، فقط میخوام در مورد این توییتش باهاتون صحبت کنم و اینو بهتون میگم که اصلا شاید تصور این که یه فیلمی هم بازیگر زن هم مرد دو تا پلان جدا بگیرن، اصلا جدایی از هزینش که تو کمترین حالت 50% به هزینه فیلمسازی اضافه میکنه، اون خستگیشه، اون ناراحتی هایی که پیش میاده توش، همه اتفاقای پس از تولید فیلمه که خب باید با دو تا ورژن باشه قطعا، حالا بماند نمیدونم اصلاح رنگ روی هر دوتا باید انجام بشه، تدوینا، صداگذاری ها و و و و و همه اینا قطعا خیلی هزینه بره و ریسک بالایی داره واسه سرمایه گذار. اما جدای از این موضوع، اصلا این روزها اکثر فیلم ها و سریال هایی که داره ساخته میشه توسط شرکت های مثل بنیاد فارابیه یا سازمان اوج، شرکت هایی که خب اصلا اجازه نمیدن یه همچین اتفاقی بخواد بیفته و نمیدونم واقعا دقیقا آقای شفیعی داره
کدوم سرمایه گذار رو میزنه یا داره در مورد کدوم فیلم صحبت میکنه، چون هیچ اشاره خاصی نکرده در موردش. و نکته بعدی که بخوام بهتون بگم اینه که اصلا به نظرتون یه بازیگر زن میاد یه همچین ریسکی بکنه و یه همچین موضوعی رو قبول بکنه؟ اصلا تو قراردادش میاد که بیاد بگه که خب هم با حجاب فیلم برداری میشه ازت هم بی حجاب؟ قطعا نه بازیگر زنش، نه عوامل اون فیلم، حالا چه کارگردان چه تصویر بردار و بقیه، نمیان یه همچین موضوع رو قبول کنن، چون قطعا خیلی براشون درد سر داره و آینده کارشون به خطر میافته. اینو بذارید حالا کنار این که اصلا ما معروفترین اتفاقی توی این زمینه افتاده سر فیلم کاناپه کیانوش عیاریه که تو اون فیلم خانوما حجاب ندارن ولی خب کلاهگیس گذاشتن و حالت طبیعی خانوم که میاد توی خونه حجابشو بر میداره ولی کلاهگیسه، ولی هنوز که هنوزه تا همین الان اجازه پخش پیدا نکرده و اون فیلم توقیفه. و به جز اون خب یه فیلم دیگه هم هست به اسم قاتل وحشی که بازیگر زنش یعنی لیلا حاتمی موهاشو از ته تراشیده و خب حجاب نداره، ولی اون فیلم به خاطر اینکه گوشای بازیگر زن مشخصه اجازه پخش پیدا نکرد و اون فیلم هم در حال حاضر برای تماشاچی ها امکان پخش نداره. حالا پرسش اصلی اینجاست که اصلا چرا باید سازنده های فیلم بیان و به این شکل فیلم بسازن؟ چیزی میدونن که ما نمیدونیم، اتفاقی افتاده که ما در جریان نیستیم و اونا در جریان قرار گرفتن. به نظرم خیلی 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 خوب میشد اگه وقتی کسی ادعای میکرد اونم به این بزرگی و همین راحتی از کنارش نمیگذشتیم، اتفاقی میافتاد، شرایطی به وجود میومد که میشد این آدم ها رو پاسخگو کنیم و ازشون بخوایم که بیان جواب بدن چرا یه همچین ادعای کردید، بر چه اساسی، بر چه اسنادی، چه مدارکی دارید که یه همچین حرفی میزنید. صرفا فقط همون بحث حاشیه است که تو چشم بیاین و دوباره خب سر زبونا بیافتین و حرفی زده باشین و این وسط فکر کنید تلاش این همه آدم، قطعا یه سریال مثل سریال رهایم کن جدای از این همه بازیگری که ما داریم میبینیم خیلی عوامل دیگه پشت صحنه هستن و تمام زحماتشون از بین میره، میدونید هر کاری که کردن، تلاشی که کردن از بین میره و ما تماشاچی هم قطعا ضرر میکنیم و سریالی که خیلی باش ارتباط برقرار کردیم و از دست میدیم. امیدوارم هر حال یه روزی بشه که بتونن، یعنی هممون بتونیم این آدم ها رو پاسخگو کنیم، نذاریم انقدر که هر کسی راحت یه حرفی رو بزنه. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و سابسکرایب به کانال هم فراموش نکنید، حمایت بزرگیه برای من. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.